سلام همه دوستان عزیز، حالت امتحان گواهینامه آلمانی رو با هم دیگه مرور میکنیم. الان میرسیم به مبحث سوالهایی که جوابشون یک عدده. همونطور که گفتم، ما سوالات امتحان گواهینامه رو به صورت فصلی میریم جلو که یادگیریش برای شما آسان تر بشه. خب سوال اول نمیشه ولچه سولسیگه هکس گشفیندشکایت گیلت آلگمان اینا هالب گشلوسن اورتشافتن، میگه حد اکثر سرعت مجاز در مناطق شهری چنده؟ که جواب 50 کیلومتر بر ساعته. 50 kmh. Sie verdoppeln ihre Geschwindigkeit. Wie verändert sich der Bremsweg? میگه سرعتتون رو شما دو برابر میکنید، اون مسیر خط ترمزتون چه تغییری میکنه که خط ترمزتون چهار برابر میشه؟ Es wird viermal so lang. یعنی چهار برابر میشه. Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? حداقل فاصله ای که شما بایستی با خط عابر پیاده چه برای توقف و چه پارک کردن حفظ بکنین چقدره؟ جواب درست 5 متر هستش. In welchem Bereich vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen ist das Parken verboten? میگه در چه منطقه قبل و بعد از هر تقاطع و یا هر خروجی پارک کردن ممنوعه؟ جواب درست 5 متر است. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben. میگه حداقل فاصله ای که شما موقع پارک کردن در مناطق بیرون از شهری از اندریاسکرویتس داشته باشین چقدره؟ اندریاسکرویتس این تابلوهایی هستش که به صورت ضربدری هستن که رنگشون قرمز سفیده و نشون دهنده محل عبور قطار هستش و یا نشون دهنده ریل، نشون میده که در واقع پشت تابلو مسیر گذر قطار هستش. خب جواب درست 50 متره. Sie wollen innerorts vor einem Andreaskreuz parken. میگه شما میخواین در یک منطقه درون شهری قبل از این تابلوه که نشون دهنده محل عبور قطار پارک کنید. Welche Entfernung müssen Sie mindestens einhalten? میگه حداقل فاصله که شما بایستی حفظ کنین چقدره برای پارک؟ 5 متره. Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? میگه در چه فاصله قبل و بعد از یک ایستگاه اتوبوس اجازه ندارید شما پارک کنین؟ جواب درست از هر طرف jeweils 15 متر. 15 متر. An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. میگه در ایستگاه های اتوبوس اجازه دارید شما یه لحظه توقف کنید در صورتی که مانع حرکت اتوبوسی نشید. وی لانگ دورفن زی دورت هکستنز هالتن، میگه چقدر اجازه دارید حد اکثر اونجا توقف کنین؟ جواب درست 3 دقیقه هستش. وی وایت دارف این لادونگ اوبر دی روکشترالا نخ هینتن هکستنز هیناس راگن اونه دست این کنسایشنون افوردالیش است؟ میگه وقتی که بار میزنید و این بار از پشت ماشینتون بیرون میزنه حداکثر چقدر اجازه داره بیرون بزنه که شما نیازی به این نداشته باشید که علامت گذاری بکنید اون باری که از ماشین زده بیرون؟ که جواب تا 1 متر هست. An welcher Höhe darf Ladung bis zu 50 cm nach vorne über ihr Fahrzeug hinausragen? میگه اگر این باری که میزنید از سمت جلوی خودروتون بزنه بیرون و حداکثر 50 سانتی متر باشه، تا چه ارتفاعی اجازه داره بالا باشه؟ که جواب درست 2.5 متر. Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropf Öl ungenießbar werden? میگه اتومبیل شما روغن ریزی داره، چقدر آب آشامیدنی میتونه به وسیله همین یک قطره روغن بلا استفاده بشه؟ که جواب 2600 لیتر، یعنی تا 600 لیتر میتونه آلوده بشه با همون یک قطره روغن. Sie fahren auf einer schmalen Straße etwa 20 Meter vor ihnen läuft plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn. Wann ist ein Zusammenprall trotz Gefahrbremsung unvermeidbar? میگه شما روی یک خیابون خیلی در حقیقت که ارزش کمه دارید
خیابون باریکی از دارید میرونین، تقریبا 20 متر جلوترتون یه بچه یوی میپره توی خیابون. میگه چه زمانی برخورد علی رغم اینکه شما گفاب قمزون میکنید، یعنی محکم میکوبید رو ترمز، غیر قابل پیشگیریه، یعنی در هر صورت تصادف پیش میاد. بای آینا گشفینیشکایت فون فومسی کایم ها، این اگه با این سرعت برید، اگه 20 متر جلوترتون یکی بپره تو خیابون، علی رغم اینکه محکم هم بکوبید رو ترمز، تصادف اتفاق میفته. Beim Verlassen einer Ortschaft erhöhen ein ca. 15 Meter vorausfahrendes Fahrzeug und sie die Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100. میگه در حالی که شما دارید یک منطقه شهری ترک میکنید، از اونجا در میایید، هم شما و هم خودرویی که تقریبا 15 متر جلوترتونه سرعتتون رو بالا میبرید، از 50 کیلومتر بر ساعت به 100 کیلومتر. وی زولتن زی ایرن زیشهایتس ابشتاند گگنوبر دم فوراسفارندن اندن. میگه شما این فاصله امنی که بین شما و خودروی جلویی بود که در حالت 50 کیلومتر 15 متر بود، و با توجه به اینکه سرعتتون رسیده به 100، چقدر باعث این فاصله رو حفظ بکنید، یعنی فاصله امنو. Ich sollte den Sicherheitsabstand auf mindestens 50 Meter erhöhen. میگه من حداقل این فاصله امن یا فاصله مجاز بین ماشین من و ماشین جلویی رو حداقل بایستی به 50 متر برسونم. یعنی روی موقعی که 50 کیلومتر میرفتین 15 متر کفایت میکرد، موقع سرعتون 100 کیلومتر بر ساعته، بایستی فاصله 50 متر بشه. خب زی فارن بای Nebel auf der Autobahn und haben 50 Meter Sicht. میگه حالتی که مه روی اتوبان شما دارید میرونید و دیدتون 50 متره. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren? میگه حد اکثر سرعتی که اجازه دارین داشته باشین چقدره؟ جواب درست 50 km/h. یعنی به سرعت 50 کیلومتر برید. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. میگه روی خیابون خیلی خیلی نازک و باریک در حقیقت دارید میرونین و 50 متر هم دیدتونه به جلو. Wie lang darf ihr Anhalteweg höchstens sein? میگه در حقیقت اون مسحد اکثر مسیری که برای توقفتونه حد اکثر چقدر اجازه داره داشته باشه که شما بتونید وایسین، و جواب درست 25 متر هستش. بله دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. همونطور که گفتم تمام سوالات امتحان گوینم آلمانی رو به صورت موضوعی و نه به صورت بوگن و یا دفترچه، بلکه به صورت موضوعی براتون تو یوتیوب میذارم که یادگیرش خیلی آسان تر میشه، چون کل مباحث رو یک جا دارید. ما تا الان به طور مثال در حقیقت تابلوهای راهنمای رانندگی رو تماما کار کردیم و اون بحث تموم شد. بعدش رعایت حق تقدم رو تو سه تا ویدیو توضیح دادیم، و الان هم تمام سوالاتی که جواباش یک عدد هستش. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین و به دوستانتون معرفی بکنین. همونطور که میبینین روی تصویر، روی گزینه آبی اگه کلیک بکنید کانال ما رو آبونه میشید. سمت راست هم بالا در یک پلیلیست کل ویدیوهای گواهی نامه قرار داده شده که اگه روش کلیک بکنید، اتوماتیک موقعی که یک ویدیو تموم شه خودش میره سراغ ویدیوی بعدی. در پایین هم اگه مشاهده میکنین که اونجا هم سوالات امتحان به اینس رو گذاشتم، نامه هایی که مطمئنم برای دوستانی که امتحان به اینس دارن بهشون خیلی میتونه کمک بکنه. علاوه بر این یکی از دوستانم پرسی بودش که کیفیت تصویر رو چجوری میشه تغییر داد. دوستان از من همه ویدیوها رو با کیفیت HD ضبط میکنم، یعنی شما به طور مثال اگه با موبایلتون دارید ویدیوها رو میبینید، یا تبلت یا با کامپیوتر، میتونین که کیفیت تصویر رو تغییر بدید و روی به طور مثال 720 بذارید، از در حقیقت به بالاترین کیفیت براتون پخش بشه. بسته به سرعت اینترنتی که شما دارید خود یوتیوب تصمیم میگیره با چه کیفیتی برای شما تصویر رو پخش کنه، ولی خب خودتون میتونین کیفیت رو بهتر بکنید. بله دوستان، تا اینجا 15 تا سوال رو چک کردیم.
ویدیوهای بعدی هم به خیلی به قول معروف رگلمسی و یا با فاصله های مشخص آپلود میشه که دوستان بتونن ممتد تمام سوالات رو یاد بگیرن. تا ویدیوهای بعد، بدرود.